تمام اینکه یه روزی برسیم به اینکه بالاخره مردم ایران بگن خیلی خوب اون مجلس مؤسسان میاد یه پروژه قانون اساسی که راجبش فکر کردن بحث کردن میذاره جلوی مردم ایران یا این پیشنهاد ما به شما هست از طریق رفراندوم رأی بدید به اینکه آیا اکثریت مردم رأی میدن به این قانون یا نه که میشه تعیین آینده کشور. خب طبیعتا روز بعد از اون پشین اولین مجلس رو مملکت خواهد درست یعنی نماینده مردم انتخاب کننده مجلس اما دولت ها چجوری تشکیل میشن در کشور بهبوده دولت انتخابات برگزار نمیکنه احزاب انتخابات برگزار میکنه خب اگه ما اصلا حزبی نداشته باشیم پول نمیدن آماده در صحنه که بتونه اون زمان فیمان اولین دولت رو تشکیل بدیم خب چجوری قراره دولت بقیه انتخابات شد من بارها یادم میاد که در صحبته که در دیدار با بسیاری از کنشگران و فعالین سیاسی هر گروه ها و احزاب سیاسی داشتن گفتن که ببینید درسته که الان در مملکت شرایطی نیست برای تشکیل حزب ولی راجبش میتونید فکر بکنید که پوزیشناش چیه مثلا فرض بکنید که طیف سوسیال دموکرات ایران بخواد بگید ما فردا میخوایم یه حزب سوسیال دموکرات در ایران داشته باشیم چیکار کنیم تفکر ما هست این برنامه ماست یعنی از حالا بتونید پایههاش بنویسید یعنی حزب لیبرال دموکرات مثلا هر حزب دیگری که هست چون این بحث من بیان تقریبا نیم قرن یه رو به قرن پیش بیست پنج سال پیشتر یک دفعه نیست تو شهر آلمان بوده یه جلسه بود به سر جمعون فعال و گفتم یک از سوالاتی که برای من مطرح هست میخوام برمیگردم به نقطه که اشاره کردیم بحث لایتناهی جمهوری و سلطنتی که همچنان هست در میان نیروهای سیاسی این بود که من بین شما افرادی میبینم که راجع به یک پلتفرم حزبی با هم همفکرید یکی تو جمهوری خواه و یکی مشروطه خواه به جایی که بیاییم سر اون پلتفرم حزبی تو با هم همداری داشته باشید سر اینکه آقا من چون جمهوری خواهم تو همداری شما من سر آقا رو توی جون نمید یکی ممکن نمیشه حرفی هر روز که قرار نیست سر نظام انتخابات برمی دارم حالا نظام هرچی شد آخر سر چی بوده به عنوان شهرور میخواه شرکت بکنید در اون فضای سیاسی همینی به این نوعی واضحی حزب باید باشید بالاخره